سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین. در رابطه با یک خبر بسیار خوب میخوایم بر شما عزیزان معلومات بدم که نصرت حق پرست، ورزشکار خوب و شایسته مبارزات آزاد افغانستان که بعد از سیار بهادرزاده دومین ورزشکار مبارزات آزاد برای افغانستان در سازمان UFC است که شما میفهمین سازمان UFC بزرگترین سازمان مبارزات آزاد در جهان به شمار میره. در رنکینگ جهانی هم اکنون در جایگاه 27 جهان قرار گرفته. نصرت حق‌پرست دوستا در وزن اسلام مخاچف است. اسلام مخاچف که فعلا 24 پیروزی و یک باخت در کارنامه داره و قرار است که به تاریخ 21 اکتبر هم رقابت داشته باشه در UFC 294 و به هر حال در رنکینگ فعلا اسلام مخاچف در جایگاه نخست قرار دارد، چارلز اولیویرا در جایگاه دوم قرار دارد و جاستین گیچی در جایگاه سوم و داستین پویریر از ایالات متحده آمریکا چهارم است در رنکینگ وزن 70 کیلوگرم و همچنان داریوش ورزشکار از ایران، بینی داریوش که ورزشکار ایرانی الاصل آمریکایی است، این ورزشکار در جایگاه پنجم است و همچنان ماتیوس گیمر گامروت از پولند ششم و رافائل فزیف اتمان از آذربایجان در جایگاه هفتم است و آرمان تساراکیان از ارمنستان نهم و همچنان مایکل چندلر در جایگاه بعدی قرار داره. به هر حال دوستان، یک چیز را میخواستم بگویم که در این وزن ورزشکار ما و شما هم قرار داره، یعنی نصرت حق‌پرست، که نصرت حق‌پرست با 15 پیروزی و 5 باخت فعلا در جایگاه 27 بهترین ورزشکارهای مبارزات آزاد جهان قرار داره و کسی است که تا به حال عمل کرده خوب داشته در مبارزات آزاد و معمولا دانسته که پیروزی های بسیار خوب را نصرت داشته باشه. نصرت حق‌پرست 15 پیروزی در مبارزات آزاد داره که دانسته از 15 پیروزی چندین حریف خود را ناکاوت بکنه که تعداد پیروزی هایش در UFC 7 است. 4 باخت در UFC داره، 7 پیروزی داره، ولی در ویلاو MMA دانسته که 4 پیروزی و 1 شکست داشته باشه و کلن ورزشکار خوب است که فعلا در جایگاه 27 جهان است. و در سازمان UFC نصرت حق‌پرست در سال که تونست برای اولین بار قرارداد UFC را بگیره برمیگرده به سال 2017 که در او سال از مارسین هلد شکست خورد، اما در مسابقه دوم تونست که مارک دیکیسی را شکست بده در UFC فایت نایت 134 و تیبات گوتی را هم برد، ژاکویم سلوا را هم شکست داد، ولی از دریو دوبر باخت نصرت. الکس مونوز را برد، همچنان رافا گارسیا را هم شکست داد در UFC، جان مکدیسی را شکست داد، ولی دو مسابقهش که قرار بود در برابر جیمی مولارکی و همچنان سام پیترسن برگزار شوه کنسل شد، اما در آخرین مسابقه که برگزار کرد به تاریخ 9 سپتامبر تونست که لندن کوینینیونیس را شکست بده از ایالات متحده آمریکا را و تونست که به 15 پیروزیش در مبارزات آزاد دست پیدا بکنه. و دوستای عزیزی بود معلومات درباره نصرت حق‌پرست و رنکینگش. و یک خبر دیگرم میخوایم بر شما بتم که قرار است UFC 294 برگزار شود. دوستا UFC 294 قرار است که برگزار شود و از جمله رقابت های بسیار مهم مبارزات آزاد جهان است که در او رقابت ها جاوید بشارت هم قرار است که در برابر ویکتور هنری رقابت داشته باشد در UFC 294. جاوید و فرید بشارت ورزشکارای بسیار خوب و شایسته مبارزات آزاد افغانستان هستند که هر دویشان تانستن در UFC را پیدا بکنند.
میخوایم بیشتر در مورد اون مسابقه بر شما معلومات بدم که در UFC 294 مسابقات در جایی که برگزار میشه در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد به تاریخ 21 اکتبر، یعنی تقریبا 11 روز بعد. فعلا 10 اکتبر است امروز و به تاریخ 21 یعنی 11 روز بعد برگزار میشه که در ورزشگاه اتحاد برگزار خواهد شد و از افغانستان جاوید بشارت قرار است در برابر ویکتور هنری رقابت داشته باشه. ویکتور هنری کسی است که 23 پیروزی و 6 باخت در کارنامهش داره و طرف مقابل جاوید بشارت 14 پیروزی در کارنامه داره و هیچ باخت نداشته و در رنکینگ 22 جهان است. حریفش ویکتور هنری در جایگاه 21 جهان است دوستا و مسابقه بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود که ورزشکارهای مختلف از کشورهای مختلف در او رویداد اشتراک میکنند و یک ورزشکار تاجک هم در او رقابت ها در UFC 294 مسابقه خواهد کرد به نام موین غفوروف که 18 پیروزی و 5 باخت در کارنامه داره. موین غفوروف کسی است که از سازمان LFA دانسته که راه پیدا بکنه به UFC و مسابقه قبلیش در UFC فایت نایت باخته در برابر جان کاستانیدا، ولی این دومین مسابقهش در برابر سید نور ماگومیدوف برگزار خواهد شد که سید نور ماگومیدوف از روسیه است و دیده شود که در برابر حریف 31 سالی روسی خود چگونه کار خواهد کرد. کسی که رنکینگ 15 را در کارنامه داره و به هر حال دوستا این بود معلومات در رابطه با تازه ترین رویدادهای مبارزات آزاد افغانستان از دو ورزشکار بسیار خوب ما که نصرت حق پرست همچنان جاوید بشارت که در رابطه با رنکینگ نصرت حق پرست گپ زدیم و همچنان در رابطه با مسابقه جاوید بشارت و همچنان مسابقه که در سازمان UFC یعنی UFC 294 در امارات برگزار میشه 11 روز بعد که اسلام مخاچف قرار است که در برابر چارلز اولیویرا از کمربند قهرمانی جهانی خود دفاع بکنه که رنکینگ نخست را اسلام مخاچف در اختیار داره و رنکینگ دوم را چارلز اولیویرا. به نظر شما ای که چارلز اولیویرا پیروز میشه یا ای که اسلام مخاچف میشه کامنت کنین. ما و همچنان یک چیز دیگه دوستا که خزمت چمایف همچنان قرار است که رقابت داشته باشه با پاولو کاستا از برزیل، رنکینگ 32 جهان را در اختیار داره خزمت چمایف و کومین ایونت را قرار است برگزار بکنه در برابر پاولو کاستا و خزمت چمایف برای امارات مسابقه خواهد کرد. دوستا جالب است که تابعیت امارات را گرفته، از سویدن هم تابعیت داشت، اصلا روسیه است و ورزشکار است که یک گرپلینگ کار فوق‌العاده است و تا به حال $250,000 هم تونسته که عاید داشته باشه. مسابقه بسیار جالب و خوب خواهد بود، مسابقه ای ورزشکار یعنی خزمت چمایف در برابر حریفش به نام پاولو کاستا از برزیل. پاولو کاستا کسی است که 14 پیروزی و 2 باخت در کارنامه داره، ورزشکار بسیار قدرتمند است دوستا، قسمی که در تصویر میبینین واقعا قدرتمند است و رنکینگ بسیار خوب جهانی هم داره، 9 است و قبلا از اسرائیل آدیسانیا شکست خورده توسط آکن نکاوت شد در راوند دوم و یول رومیرو قهرمان اسبق UFC تونسته که حتی شکست بده دوستا. به هر حال کامنت کنین که از مسابقه که برگزار میشه در UFC 294 میان اسلام مخاچف و چارلز اولیویرا کی برنده خواهد شد و همچنان از میان خزمت چمایف و پاولو کاستا کدام ورزشکار برنده میشه و دیگه ای که از میان ورزشکارهای افغانستان جاوید بشارت و ویکتور هنری این مسابقه را چگونه پیش بینی میکنین.
کامنت بتین و سبسکرایب کنین، شیر کنین ویدیو رو با دوستایتان. معلومات که لازم بود بر شما گفتم در رابطه با 3-4 مورد مهم مبارزات آزاد افغانستان و جهان. امیدوارستم از ویدیو خوشتان آمده باشم. اگر بازم دوست دارین که ما در رابطه با اخبار جدید مبارزات آزاد و همچنان سایر ورزش‌ها بر شما ویدیو تهیه کنم، میشه که کامنت کنین و نظریاتتان رو با ما شریک بسازین. دیگه خوش آرام باشین با امید از اینکه ورزشکارای عزیز ما در رشته‌های مختلف بتانن که عمل کرده بسیار خوب از خود داشته باشن. خوش آرام باشین دوستا، موفق باشین، وقتتان بخیر، خداحافظ شما.